عزیزان، امروز یکی از بهترین روزا هست برای کریپتو که آخر ماه هستیم، 29 آگست 2023، و امروز مثل همیشه گریسکیل دادگاهشو به عنوان SEC هم برد. برای چی؟ برای بیت کوین اسپات ETF. Now این دادگاه حالا درسته که قبول کرده دادگاه، اما هنوز SEC باید چلنج کنه. حالا دادگاه داره میگه همه چیزشو داره، پس چیشو نداره؟ هنوز مونده SEC جواب اینو بده. حالا میتونه یکی دو ماه دیگه طول هنوز بکشه، اما SEC مجبوره. اما غیر از این، چون الان همه دارن راجع به گری اسکیل صحبت میکنن، جاکوبی بیت کوین اسپات ETF هم امروز قبول شده برای ایژیا، آفریقا، میدل ایست و یوروپ. سو امریکا نه، اما همه کش کانتیننت های دیگه، درست. اما از آن این دیگه بزرگترین دادگاهشو برد گری اسکیل، همجور که XRP میگفتیم که بزرگترین دادگاهشو برده، که دیگه تقریبا خودش برده، تقریبا هم گری اسکیل تموم شده. حالا تموم شده SEC، نمیدونم هنوز بر چی این آدم گری گنسل هنوز رئیس جمهور SEC هست. He shouldn't be. He should not be the president of the SEC. But regardless, مارکت قشنگه، مارکت جوابشو داد و مارکت هم داره پامپ میشه. برسیم بر چند روز پیش که حالا نوشته اینجا 2 ساعت پیش، اما از اون میدونن که ما از هفته پیش در گروپ تلگرام نشون دادیم که رئیسای، حالا رئیس هستن چون اونر این پپی توکن هستن، پولاشون داشتن در می آوردن و داشتن مردم رو اسکم می کردن. سو از زانی و حاضر باشن راجب این پپی کوین، از اولش هم گفتیم بولشت توکنه، but anyways. خبر بعدی میاد از طرف شرکت آیریس انرژی که یه انرژی کمپانی هست که امروز، حالا امروز اعلام شده اما شاید یه ماه پیش بود، 248 نیویدا جی پی یوز خریده که برای بیت کوین و ای آی. سو یه مقداری برای ای آی جنریشن هست که مثلا میدونین که این چند تا از این ای آی تکنولوژی ها داریم باهاش ویدیو و عکس میسازیم، و بقیهش هم داره برای بیت کوین ماینی میکنه که پولش رو در میاره 100%. سو از زانی میبینن که همه چیز دارن، همه دارن پول در میارن تو این مارکت. سو دیگه میرسیم دیگه برای چند تا خبرایی که اینجا نداریم با هاتون. دوستانی بدونن که چی اسمش، بزرگترین والت سوم برای بیت کوین روبین هود هست، که روبین هود تو 3 ماه 3 بیلیون دلار خرج کرد برای خریدن بیت کوین، که الان نزدیک های 15% تو سود هستن از پولشون، 150 میلیون دلار الان بالا هستن. یه دونه ریفرش میزنن که مارکت پامپ شده شدیدن، 1.13 تریلیون هستیم و ارزهایی که امروز بالا هستن XDC، تون، استکس، بیت کوین کش، فور، روبیت، دوج، همینجوری این پایین، حتی هم بی ان بی. اعضایی که هنوز بدبختی هستن، حالا در یک ساعته دارن شروع میکنم اما نه خیلی، هنوز بدونن که ضرر دارن، کسب با سو، ایپ کوین، سینفتیکس دیگه نیست، پپه که هنوز هست، تراست والت، سی آر او، حالا خیلی کم دارم میشه چون در روز مارکت داره پامپ میشه، اما اوکی. به وقت الانم 26 هزار بیت کوین خرید شده و خروج زدن از این مارکت بیرون که داریم الان میبینیم تو این مارکت. و از گروپ خصوصی ما 2 تا ترید داشتیم. 2 شب پیش ما یه ترید اکرو داشتیم، AKRO، که ما شورتش کردیم از قیمت 0.013088 و 20x leverage گفتیم، بودین 10 تا 20 میتونیم بگیریم و 300% سود، و بچه های خودم هم حتی عکس گرفتن
که 260% یکیشون گرفت، یکیشون 211 گرفت، یکیشون 298 گرفت، تقریبا همون 300% رو آن اوریج گرفتیم. بعدش هم خودم از سیگنال دادم که گفتم ببین این مارکت پامپ میشه، این خود این صحبت من سیگنال نیست، اما چون مارکت گیر کرده تو قیمت 26 تا، خیلی لایکلی بود هست چون با این اکیومولیشن و این شورت سکویزی که داریم میبینیم پامپ میشه. حالا با این خبر ETF پامپ کرد مارکتو، حالا دیگه میرسیم برای صحبت کردن که چی میشه بعدش. چند تا چیز میشه، چون هنوز اپروول نیست، اما تقریبا اپروول، اما هم اپروول هم نیست. بذار بهتون بیشتر توضیح بدم برای دوستانی که اینو بدونن که چی کار باید بکنن تو این مارکت. سو اولین اتفاقی که پیش میاد، میتونیم مثل یه چیزی این نگاه کنیم که اینجا رو ریتست بکنه 27، بعدش دوباره برگرده به 29600 یا میخوای بگی 500. حالا این برای امروزه، اگر اینجوری ببنده، اگر امروز بالاتر ببنده یه چیزی مثل این میفته که دوباره یه ریتستی اینجاها میزنه برای 27500، اما دوباره برمیگرده به سی هر نقطه‌ای که نگاه میکنی. اما اگه زیر اینجا ببنده برای روزانه، دوباره برمیگرده برای 26 هم جام گیر کنه. سو از زانی بدونم که این برای روزانه هست و این اتفاقهایی که برای روزانه میتونه پیش بیاد براشون. سو نگاه کنین و خوب گوش کنین. ارز بعدی که براتون میگم که خود اتریوم هستن. اگین اتریوم همین جوری که بر بیت کوین هست داریم میگیم براتون. سو دپند میکنه که کجا میبنده. اگه همینجوری ببنده ریتست و 1699 میگیم، مثلا بگیم 1700 رو تست میکنه اگر اینجا ببنده. تکنیکل اگه بالای این خط اینجا ببنده اوکیه، چون اینجا رو میریزه دوباره میزنه خودش رو به اینجا به 1800 تا. اگرم زیر این خط 1700 هم ببنده متاسفانه میتونه برگرده تو این رنج. عرض بعدی که براتون میارم که خود ایدا هستن. اگر ایدا ما خریدیم تو این خط سفیده، هنوزم تو سودیم. اگر ایدا بتونه 27.5 الان 27.4 ببنده، میتونه خودش رو پامپ بکنه برگرده به 28.8 خیلی راحتی. و ارز آخر، آخرین توکن هست، یکی از مهمترین که ما بهتون گفتیم در میگه به بالا و این دکمه اینجا رو میزنه. حالا برای صحبت بی ام بی، چون اوردی این اتفاق پامپشو کرد، دوستانی بدونن که اگر بالای این خط اینجا ببنده برمیگرده تو این رنج میزنه به این خط سفید، اگر زیر این ببنده متاسفانه میتونه اینجا ریتست بکنه و دوباره بزنه. هر کدوم میتونه دوباره نگاه کنه، اما امیدواریم برای سناریو اول که پیش بیاد، حالا اگرم دوباره برگشت به 2021 دیگه حاضر هستیم، چون همینطور بهتون هم داریم میگیم. اما بی ان بی میتونه خودش پامپ بشه. برای چی؟ چون الان ببینید دو تا بزرگترین دادگاه های کریپتو رو، یکیش با XRP بود و یکیش هم با گری اسکیل بود. XRP رو که SEC باخت، گری اسکیل رو که SEC باخت، و آخرینشه با بایننس که امروز دوباره بایننس همین الان گفته زودی اینو بریم تو در دادگاه، که اینم اگر ببازه بی ام بی هم پاپ میشه، شاید 300 رو ببینه دوباره. We will see به زودی. But anyways guys، این شو بر ویدیو ما برای امروز. امیدوارم که همتون خوشحال باشین و شاد باشین و مثل همیشه با هم میریم جلو، و امیدوارم که این روزهای خوب سبز، especially چون دیگه چیزی دیگه نمونده، 7 ماه دیگه مونده تا opening and it's gonna be fantastic. God bless you all. موضوع خودتون باشین and see you all tomorrow. Bye bye.